سلام به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی، با برنامه رأی ایران سرنگونی در خدمت شما هستیم. انتخابات آخوندها و تهدیدهای فزاینده مهرهای باند خامنه‌ای علارغم کرنش همه حذف شدگان، تأثیر این سلاخی در گفتگوهای رژیم در مورد پرونده اتمی در وین و آدرس غلط دادن باند خامنه‌ای در تعیین مقصر اصلی فلاکت کشور، در گفتگو با جواد دبیران عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت و میهمانان برنامه. جنایات رئیسی در زندان زنان اوین، برگی دیگر از پرونده رئیس جمهور مطلوب خامنه‌ای، در گفتگو با خانم نسرین فیضی از شاهدان قتل عام تابستان 67. باد فنا بر اهل عبانیز بگذرد، قطعه‌ای از زنده یاد اسماعیل خویی، شاعر نامدار میهنمون. همچنین در طول برنامه بخش و موضوعات متنوع دیگری خواهیم داشت که امیدواری مورد توجهتون قرار بگیره. رأی ایران سرنگونی، با ما همراه باشید. خب بینندگان عزیز، در ابتدای برنامه اجازه بدید نگاهی گذرا داشته باشیم به مهمترین رویدادها از دیشب تا امروز. دیشب شاهد یه رخداد عجیب بودیم که خاص نمایش انتخابات در رژیم آخوندیه، یعنی با همه جای دنیا متفاوته. قضایی خامنه ای از زبان علی القاسی، دادستان رژیم آخوندی در تهران، اعلام کرد نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات و سخنرانی‌ها از خطوط قرمز نظام عبور نکنند و در صورت عبور قاطعانه و بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه با اونها برخورد خواهد شد. جالبه که این حکمو همون قضائیه‌ای داده که رئیسش، یعنی همین رئیسی جلاد، یکی از کاندیداهاست. یعنی رئیسی از موضع سرکرده قضائیه به بقیه کاندیداها که ظاهراً رقیبش هستن گفته مواظب حرف زدنتون باشید، وگرنه سر و کارتون با خودمه. اما اعضای مجلس خامنه‌ای هم گفتن طرح ممنوع خروجی مقامات دولتی رو در دستور کار قرار دادن که این در واقع نیشی بود به روحانی و باندش. اما نگاهی به روزنامه های رژیم. فرهیختگان، بهروز شجاعی عضو بنیاد باران، اصلاحات مهر علیزاده را بازی خراب کن می داند. حمایت خاتمی از همتی و مهر علیزاده منتفی است. تشدید اقدامات امنیتی در سیستان و بلوچستان در آستانه انتخابات. سعید قاسمی همسر هاشمی رفسنجانی را تهدید کرد. ناصر قوامی، هیچ رقابتی در انتخابات 1400 وجود ندارد. نیکجو، روانشناس حکومتی، به عنوان یک متخصص هشدار می‌دهم خلعیت ملت از تعیین سرنوشت خیش مردم را مطیع‌تر نمی‌کند، بلکه منجر به خشمی کور می‌شود که شعله‌های آن نظام را خواهد سوزاند. دست از نشنیدن مردم و تحقیر بردارید. هرسنی، کارشناس حکومتی، هم گفته نتیجه سیاست حذف چیزی جز بحران مشروعیت سیاسی، بحران نفوذ، بحران توزیع و در نتیجه کاهش نرخ مشارکت سیاسی نخواهد بود. آخوند علم الهدا اعتراف کرد که خودیهاشون نسبت به خامنه‌ای مسئله دار هستند. اون گفت این حرف که خامنه‌ای معصوم نیست و ممکن است اشتباه کند، آیا کسی حق دارد این حرف را بزند واقعا؟ اگر از دهانی شنیدید که خامنه‌ای معصوم نیست، بدانید این حرف دنبالش رویارویی با پیغمبر است. خامنه‌ای در انتخابات این بار مهندسی انتخابات رو قبل از رأی‌گیری شروع کرد که توی صندوق‌ها و رأی‌سازی‌ها دیگه دچار مشکل نشه و باند مغلوب رو کاملا کنار زد. اما آیا این جراحی ادامه داره یا نه و چرا؟ در این خصوص دو میهمان داریم، آقای جواد دبیران و محسن بداغی. سلام عرض میکنم به هر دو میهمان و خوش آمدید. منم سلام دارم خدمت شما مهران عزیز و بینندگان عزیز برنامه‌تون، خصوصا خدمت کانون‌های شورشی قهرمان که کارزار تحریم انتخابات رو شجاعانه به پیش میبرند
و همینطور سلام دارم خدمت دوست عزیزم محسن، در خدمتتون هستم. زنده باشید، خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و آقای دبیران بسیار عزیز، مفتخرم که در کنار ایشون قرار دارم و در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. آقای دبیران، سوال اولم از شما هست به عنوان عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران. با اینکه باندهایی که توسط خامنه ای از شرکت در کاندیداتوری انتخابات قلابی جراحی شدن خودشون گفتن که در انتخابات شرکت نمی کنند، شرکت می کنند ببخشید، و به تصمیم شورای نگهبان گردن گذاشتن، اما باز هم ما شاهد موضع‌گیری های عوامل خامنه ای و تهدید اونها به زندان و سرکوب هستیم. علت چیه؟ علتش اینه که ای به شدت از این وحشت داره که یه شکافی توی رژیمش باز بشه و قیامی بسا بسا بالاتر از اون چی که ما شاهدش بودیم تو سال 88، 96 یا آبان 98 علیه خامنه ای و رژیمش سر باز بکنه. در قیام 88 خامنه ای همین که احمدی نژاد رو از صندوق در آورد، خب اعتراضات شروع شد و دیگه مهار اوضاع از دست رژیم در رفت و اون موقع شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای تو همه جا تو خیابون‌ها توسط خلاصه میلیون ها نفر سر داده شد. و اما خب امسال واقعیتش اینه که خامنه‌ای خب بهتر از هر کسی میدونه که این همین افراد که الان ازشون اسم برده شد که در واقع لاشخورهایی بیشتر نیستن اطراف خود خامنه‌ای، هرچند ممکنه که یک اختلافات ناچیزی در رابطه با نحوه حکومت داشته باشن با خامنه‌ای، ولی تایخت همه اونها در یک چیز مشترک هستن و اون هم حفظ حاکمیت هست. پس اونی که خامنه‌ای داره با این به اصطلاح لومپنای خودش رو که الان تو میدون آورده، با عربده کشی اینها داره به اونها پیام میده و وحشت خودش رو از این طریق داره نشون میده، وحشتش هست از همون ارتش گرسنگان، ناراضیان، توده ناراضی علیه رژیم. و خامنه‌ای خوب میدونه که امسال یعنی 1400 دیگه سال 96 و 98 نیست که با یک سرکوب عمومی بتونه خودش رو تثبیت بکنه، بلکه این قیامیست که از همون ابتدا فریادش و خواستش سرنگونی تمامیت رژیم است و تا رسیدن به این هدف هم نمیخواد از حرکت باز بایسته. لذا از اونجا که این افرادی که هستن افراد خیلی بی جربوزه و ذلیلی هستند، به همین خاطر این چاقوکش‌های خامنه ای، لومپنایی مثل مثلا پاسدار سعید قاسمی یا رائفی پور یا این اخیراً آورده سرکرده یه قرارگاه لباس شخصیهاش آخوند مهدی طائب، اینا رو که فرستاده برای کمتر برای این هستش که افرادی رو که اینقدر حتی جربزه نداشتن که تو خونه هاشون بخوان حتی اعتراض بکنن اینا رو بخواد بترسن، بیشتر هدف این هستش که یک ایجاد روب و وحشت عمومی ایجاد بکنه به ذمه خودش که کسی اعتراض نکنه. دادستانش رو هم که همینطور که در ابتدای برنامه گفتید به صحنه فرستاد، یا پاسدار اشتری رو سرکرده نیروی انتظامی که هر کس صحبت از تحریم بکنه فلان و فلان میکنن و سرکوبش میکنن، ولی به هر حال هدف ایجاد یک روب و وحشت عمومی است. بله بله، پس با این حساب در واقع مخاطب این تیغ کشی های خامنه ای و مهره هاش مردم ایران هستند و نه اون کاندیداهای محسوب. آقای بوداغی، ما با یک بحران در واقع مواجه هست رژیم، و این بحران رو به وضوح میشه از خلال همین موضع گیری ها و همین تهدیدات دید. سوال این هست که آیا با این تهدیدات و این اقدامات رژیم میتونه این بحران رو مهار کنه یا نه؟ اول خدمتتون عرض بکنم که همین که خامنه ای این نیروهاشو اینجوری به صحنه میفرسته، نیروهای وحشیشو اینجوری به صحنه میفرسته، تهدید جدیه. یعنی اگر تهدیدی نبود نیازی نبود که خامنه ای نیروهاشو بفرسته به صحنه و اینجوری تهدید بکنن و اینجوری شاخشونه بکشن برای در به قول معروف برای خودشون و در از همون که میگید شاید برای مردم. اما این اولین بار نیست که خامنه ای داره مردم و جامعه رو تهدید میکنه.
در این دو سه دهه اخیر بارها و بارها این کار و این اتفاق افتاده، اما آیا تونسته جامعه رو مقهور کنه و جامعه رو به کنترل خودش در بیاره؟ هرگز چنین اتفاقی نیفتاده. همین امروز که خامنه ای با استفاده از کرونا و شیوع و گسترش اون در جامعه و نخریدن واکسن میخواست که جامعه رو مقهور کنه و در کنترل خودش بگیره، آیا میبینیم که هر روز اقشار مختلف جامعه توی خیابونن و اعتراض میکنن و تحسن دارن از کارگران، از معلمان، از اساتید دانشگاه، از کشاورزان و خلاصه خامنه‌ای نتونسته به جامعه در واقع کنترل داشته باشه. از اون طرف این مردم ما، مردم ایران، مردم دلاور ایران، همونایی هستند که در قیام سال 88 رژیم رو به لبه پرتگاه رسوندن. این مردم همونایی هستند که در دی 96 اون قیام آتشین رو برپا کردند و شعار زیبای اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا رو سر دادن. مردم ایران همونایی هستند که در آبان 96 اون قیام رو برپا کردند و تا 200 شهر گسترش پیدا کرد. مردم ایران همونایی هستند که بعد از سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه علیه رژیم و علیه سپاه پاسدارانش تظاهرات کردند و علیه قاسم سلیمانی جلاد شعار سر دادند و عکساشو پاره کردند. و در سال 97 حتی، اگه سال 97 هم نگاه کنیم، قیام با شکوه مردم کازرون رو داریم، اعتصاب گسترده کامیونداران، اعتصاب کشاورزان اصفهانی که همین الان هم ادامه داره. در نتیجه خامنه‌ای نتونسته به جامعه در واقع فائق بیاد و اونو مقهور بکنه، هرچند که تلاش کرده با همه در واقع عوامل و پارامترها به خدمت بگیره. امروز همونجوری که آقای دبیران عزیزم اشاره کردن، امروز کانون‌های شورشی با عملیات و کارهای اختناق شکنشون و با کارهای آتشین خودشون در واقع به موازات قیام مردم حرکت کردن و اجازه ندادن که خامنه ای خواب خوش داشته باشه و در واقع کنترل جامعه رو داشته باشه. و اگر من خلاصه کنم حرفام رو، اگر رویاروی مردم با این رژیم رو به صورت یک منحنی اگه ترسیم بکنیم، این منحنی تا امروز نشون داده که رژیم از مقهور کردن جامعه ناتوان بوده. شرایط الان به مراتب بدتر از شرایط قبله، پس در نتیجه انتظار نمیره که رفتار این منحنی با قبلش تفاوت به نفع رژیم داشته باشه. تفاوت داره به عکس، به نفع مردم و به نفع در واقع قیام و شورش و عصیان. بله، متشکرم از شما آقای دبیران. سوال بعدیم از شما هست. شما به عنوان یکی از اعضای کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران بفرمایید که این جراحی رژیم و این سیاست انقباض چه تأثیری در رابطه با در واقع رویکردهای رژیم و روابط بین المللی این رژیم خواهد گذاشت؟ بله، عرض به حضور شما که همونطور که الان محسن هم گفت، همونطور که این ضعف در صحنه بین المللی هم حتما به اصطلاح درک و فهم میشه، واقعیت اینه که این نمایش انتخابات رژیم الان برای جامعه بین المللی با خیلی شب‌بازی های قبلی رژیم فرق میکنه. اون رو با دقت دارن دنبال میکنن تو صحنه بین المللی. اهمیتش هم در این هستش که جهتگیری به در واقع این دیکتاتوری رو برای سالهای آینده، یعنی ولایت جهتگیری دیکتاتوری ولایت فقیه رو روشن میکنه و این و همین هم برای کشورهای غربی مشکل سازه. در واقع این نمایش، این مذهب که در واقع با اون چارچوب تنگی که براش گذاشتن که از داخل صندوق فقط یک سرجنایتکاری، سردشکمی مثل ابراهیم رئیسی میتونه از توش در بیاد، نه تنها قفله هایی که رژیم در رابطه با غرب داره رو باز نمیکنه، بلکه قفله های جدیدی به اون میزنه. و واقعیت اینه که غرب به سیاست مماشات خودش که سیاست ثابتش بوده در قبال رژیم و روش کلان سرمایه گذاری کرده، خب این رو نمیتونه به سادگی بعد از این به اصطلاح نمایش انتخاباتی ادامه بده. هزینش براش سنگینه. بالاخره غربی ها اگر بخوان همین خط مماشات رو پیش ببرن، باید با رئیسی دست بدن، باید با رئیسی وارد بده بستون بشن که قاتل 67 هست، که در مجامع بین المللی پرونده سنگینی است
کشتار داره و بدون شک این تحول یعنی این نمایش انتخاباتی و نتیجهش یک ضربه سخت است به اوهام و توهمات کشورهای غربی که دنبال اصلاحات از درون این دیکتاتوری سیاه بودن. سیاست غرب در قبال رژیم چیه؟ مماشون یعنی چی؟ یعنی سیاستی که تو کانونش تا جایی که به غرب برمیگرده تأمین منافع تجاری و اقتصادی غرب قرار داره به هر قیمت، بدون پرداختن به این که خلاصه تو ایران چه حاکمیتی چه مناسباتی حاکم است. یعنی حاضر در هر حالتی با نظامی که تو حاکمیت قرار داره کار بکنه، چون این برایش کمترین هزینه رو داره برای غرب. و اروپا همواره ما تو این سالا دیدیم برای اینکه موجه جلوه بده سیاست‌های خودش رو، مشخصا سیاست سکوتش رو، بی‌عملیش رو، پیوسته مدعی این بود که در پی همکاری با اعتدالگراهاست، با رفرمیست‌هاست، اصلاح طلب‌هاست تو درون نظامی که نظام جرم و جنایت هستش. پس هرچند این خوب یک فریب بود، ولی این فریب الان با این تحول، یعنی بعد از اینکه رژیم مسیر یک پای شدن خودش رو میره و تکمیل میکنه، خب این فریب نقش برآب میشه و به عنوان مثلا خود این اروپایی ها تا همین اخیر به هر حال سنگ این رو به سینه میزنن که دنبال بلازه خطی دنبال دیالوگ انتقادی با رژیم هست، در حالی که دیالوگ انتقادی یک سیاست شکست خورده 14 گذشته بوده. حالا با اومدن رئیسی چه دیالوگ انتقادی میخوان با اون بکنن؟ مثلا انتقاد سر چی بکنن؟ اون که حسابشو بارها پس داده. سر قضیه کهریزک مسئول به اصطلاح چیز شد، تحقیقات شد، نتیجه بعد از همه اون اعتراضاتی که شده بود اومد نتیجه گرفتش که مسئله اصلی این بوده که نظام مظلوم واقع شده بوده. یعنی دیالوگ انتقادی با رئیسی و امثال هم به طور واقع مثل خوندن یاسین میمونه ببخشید در گوش حمار با اسخایی هستم. به عنوان مثال در جریان همین مذاکرات اتمی آیا این انقباض و جراحی رژیم تاثیر خواهد گذاشت؟ بله حتما که تاثیر داره. فردای اعلام نتیجه با روز قبلش دو دنیا فرق میکنه. من فکر میکنم اگر مذاکرات اونجا ادامه پیدا بکنه و یا بخواد ادامه داشته باشه بعد از اون، چون شما ببینید پرونده اتمی و مذاکرات اتمی به هر حال یه شاخصی بوده، پیوسته غربی ها این رو کردن به عنوان شاخص تنظیم رابطهشون با رژیم و الان هم میگن که خب به هر حال مثلا همین آقای گروسی مدیر کل آژانس گفت چند روز پیش در صحبت با فایننشال تایمز که بازگشتی به قرارداد 2015 به همین سادگی نمیتونه وجود داشته باشه. از طرف دیگه خب قرارداد جدید هم، توافق جدید هم برای رژیم فوق‌العاده به اصطلاح یک شکست بزرگ خواهد بود، چون اولین شرطش این هستش که موشکی دخالت‌های رژیم تو منطقه سرش بحث بشه، درن عقب نشینی کنه. این همه رژیم از عمق استراتژیک خودش دم می‌زد و الان توش مونده. شما صحبت‌های ظریف رو حتما یادتون هست که صحبت‌هایی که در واقع اسباب حذف واقعا خفتبار شد از صحنه، اونجا اعتراف کردش که همون موقع هم در واقع در زمان بروبیای اون هم کنترل اصلی دست قاسم سلیمانی بود و این سلیمانی، پاسدار سلیمانی بود که مشخص میکرده ظریف تو مذاکره چی بگه، چی بخواد و چطور پنهانکاری بکنه. خب الان که رژیم خامنه ای ساختار جدیدی رو میخواد، خامنه ای میخواد به رژیم خودش حاکم بکنه، الان که رژیم در حال یک دست شدن هست و مسیر انقباض رو پیش گرفته، مسیر یک پای شدن رو پیش گرفته، سررشته کل امور دست جنایتکارترین جناح رژیم و هرچی بیشتر در قبضه سپاه و نیروی قدس میاد و چه بسا که این رخ بده که خب مذاکرات اتمی که قرار بود عامل به اصطلاح نزدیکی و حل فصل مسائلش با غرب بشه و تثبیت رژیم بشه، تناب دار رژیم بشه و خامنه ای هم از این گریزی نداره. بله خیلی متشکرم آقای بوداغی. ممکنه شما کوتاه بفرمایید که این روزها خب ما میبینیم که در جریان جنگ و دعواهای باندی
در واقع هیچ کدوم از مهرهای رژیم نیستن که صحبت از و اعتراف نکنن به تبهکاری و جنایت و دزدی در رژیم، اما باند غالب تلاش میکنه که این طور جلوه بده که مقصر این خرابی ها و خرابکاری ها باند مغلوب رژیم هست. نظر شما چیه؟ ببینید، من خیلی سریع جواب شما را اگه عرض بکنم، تا جایی که به دزدی، فساد، تبهکاری و جنایت مربوط میشه هیچ تفاوتی بین این باند و اون باند رژیم وجود نداره. اما در این رژیم ببینید، سرکرده اصلاح طلبا که 8 سال رئیس جمهور این رژیم بود، گفت آقا جان رئیس جمهور در واقع تدارکاتچی و گاریچی ولایته. یعنی رئیس جمهور تو این نظام کاری نیست. خودشون میگن 60% از اقتصاد ایران زیر سیطره و چنگال‌های خامنه‌ای که ثروتی بالغ بر 1000 میلیارد دلاره. ببینید، فرض کنید مثلا بنیاد مستضعفان با صدها شرکت و هلدینگ، آستانه قدس با 1/3 ثروت ایران و سرمایه ایران رو داره، یا مثلا فرض کنید که ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون با هزاران شرکت و هلدینگ. وقتی صحبت از شرکت و هلدینگ میکنیم مهران، ببینید من یک مثال فقط سریع میزنم. ببینید، یک شرکتی هست به نام ارتباطات، شرکت ارتباطات سیار، این متعلق به شرکت یکی از بر واقع هلدینگ های مخابراته که این هلدینگ متعلق به هلدینگ های در واقع بنیاد تعاون سپاهی که خود این زیر مجموعه سپاه پاسدارانه. شرکت ارتباطات سیار، این شرکت به گفته مسعود مهرتادی، مغز متفکر در واقع دزدی های سپاه، سال 91 8000 میلیارد تومان سود داشته از طریق فروش سیم کارت و شارژ تلفن. این پول اون زمان میشه 3 میلیارد دلار. شرکتی که در سطح جهانی 3 میلیارد دلار درآمد داشته باشه خیلی زیاد نیست. در نتیجه وقتی ما صحبت از شرکت و هلدینگ میکنیم، از این جنس و ابعاد دزدیاشون اینه. در نتیجه رئیس جمهور در این نظام کاری نیست. همه ثروت ها با انواع اقسام به قول معروف رنگ ها و اسامی متعدد، ثروت های کشور زیر چنگال و تحت سیطره خامنه ایه. این شرکت هم اونایی هستند که نه مالیات میدن، ریالی مالیات نمیدن، از تمامی اموال و امکانات عمومی استفاده میکنن، در واردات و قاچاق کالا نقش عمده دارن. اینا همونایی هستند که با وارداتشون، واردات مواد مصرفی، در واقع باعث نابودی تولید شدن و در واقع رسوندن وضعیت اقتصادی جامعه ایران به این نقطه. خامنه ای مسئول اول و آخر به زیر خط فقر بردن 80% ایرانیه. و این حرف که خامنه ای کاری نیست و این حرفا یاوه بیش نیست، چون مردم ایران در هر قیام و هر اعتراضشون شعار دادن که مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای. بله، خیلی متشکرم از شما میهمانان عزیز، خیلی لطف کردید. درود بر شما. زنده باشید. ما از شما متشکرم. خواهش بکنم. بینندگان عزیز، گفتگویی داشتیم با آقای جواد دبیران، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، و آقای محسن بوداغی. توجه شما را به ادامه برنامه جلب می‌کنم.